گول و منگول رو شنیدی؟ قصه ایشان گول و منگول؟ یه بزی بود، مامان بزی بود که سه تا بزغاله داشت به اسم شنگول و منگول و هپه انگور. بله هپه انگور کوچولوتر از همه بود. شنیدم. اینا یه گرگه بود که همیشه میخواست این بچه ها رو بخورتشون. بعد مامان بزی هم حواسش بود که هیچ وقت این بچه ها به چنگ این گرگ بدجنس نیفتن. بله، فقط یه خورده شما این قصه رو دارین از روی روحنوشت جسمانیش دارین تعریف میکنید. خب آخه قصه ای که ما به ما رسیده، ما شنیدیم، خوندیم، بله. خب همین بوده دیگه. قصه ای که تعریف کردید روح قنده دیگه، درسته؟ اگر اشتباه بله. یا درست. روحک زنگول پا. خب باشه، شما برای من قصه شنگول و منگول رو تعریف کن. باشه. از اینجوریه که روحی بود جسمی نبود، روی گنبد کبود، غیر از خدای روح نواز مهربون هیچکی نبود. در روح نگاران قدیم روی روح ابرای سفید توپلی یه روح بود زنگول پایی با سه تا کر روح قشنگش، شن روح و من روح و حبه تن روح، شاد و خوشحال و روانشاد زندگی میکردن. این مادره که اون موقع روحتن صداش میکردن یا تن روح بهش میگفتن گاهی وقتا، این میرفتش بالا تو آسمونا تو کهکشان روح شیری میچرید، برای اینا شیر میآورد. هر روز میامد میگفتش که منم روح که زنگوله با، منم روح که زنگوله با. همجوری می اومد و می گفتش که بیار بچه ها شیر آوردم و اینا. یه روز یه ابر سیاه خبیثی اومد، تو نگو این ابر سیاه خبیث روح گرگ خبیث تفویه که اومده به روح اینا تف بکنه. روتن مهربون روتبون نگران شد، رب بچه هاش گفت من امروز که میرم کهکشان روح شیری، شما اگر که یکی اومد دم ابرمون رد و بغزد، شما ابر رو روش با نکنی. چند روح هم گفتش که باشه، باز نمی کنی، تا برو خیال راحت، برو اونجا بچر برای ما شیر بیار. رفت و اینا هم شروع کردن روی ابرها برف بازی کردن. یهو گرگ سیاه بد ادا اومد دم ابر اینا وایساد، رد زد، گفت گروم گروم گروم. حبه تن رو اومد به دوه به درواز کن، شنرو گفت نه نه تو روی با اقا ببینم ببینی کیه، گفتن تو کی هستی؟ گرگه اومد گفتیش که منم روح که زنگوره با، منم روح که روحش خبیث بود دیگه، روح خبیث. بله درسته، آره خبیث بود. حبه تن رو اومد در رو باز کن، شنرو گفت نه سک کن ببینم تو اگر روح تن مایی بیا پایین. قصه میگه شد پس براتون قصه داشت، قصه روح قندی، روح قندی رو میگفت. شما قرار بود براش قصه بگین؟ گفت من داشتم قصه میگفتم، اون گفتش که این قصه یه جور دیگه هم هست. آقای حکایتی، من اینو از روی نسخه خطی اصلش دارم میخونم. من اتفاقا قبول دارم، من قبول دارم.